ترامپ فلان فلان شده میگه ما هفت تریلیون دلار هفت هزار میلیارد دلار خیلی پوله پول خرچ کردیم منطقه دست ایرانی ها افتاده عمرن اگه ما هفت میلیارد خرچ کرده باشیم هفت میلیارد دلار دقت کن انداختی میشون بیرون امروز دقت کن انقلاب اسلامی تنها قدرت تو منطقه است که از افغانستان تا دریای مدیترانه نیروی رزمنده اسلحه به دست آماده رزم داره یه موقع شما یه نفر 40 سال پیش جنگیده چیزا یادشه این نه کسی آماده ای از فاطمیون همین تا الان داشتن میجنگیدن تمام تن... تل... با چی کیام داشتن میجنگیدن با جونورای به اسم داعش که اسمشون لرزه مینداخت تن خیلیا با اینا جنگیدن اون از افغانستان بیا تو ایران که هیچی فراون فاتحین انصار ما تو جنگ با تکفیرات و منطقه اگر اونا جنرال اومد وسط ما اصلا نیروهای نظامی درگیر نکردیم ارتش ما که تقریبا اصلا وارد نشد یه بره کوچیکی نیرو زمینی ارتش ما در حد مستشاری و توپخانه رفتن شهید هم دادن شهیدای عزیز ارتش سپا هم وارد نشد کامل سپاه پنج تا نیرو داره زمینی دریایی هوایی مقاومت قدس قدس و بخشای دیگه از اینها مثلا یه بخش از هوافضا یه بخشای از نیرو زمینی استان موین که از زمان آقای همدانی اینا اونا کی بودن اتاق جنگ عملیات روانی جنگ اتاق جنگ یرموک جنرال های اردنی، اسرائیلی، آمریکایی، ترکیه سعودی، مصری همه نشسته بودن اونجا بکنم دایشی کجوکوله چه میفهمید کجا رو باید بزنه؟ اینا بهش میگفتن کجا رو بزن همین الان فرماندهان دایش و آمریکایی ها دارن هلی می‌کنن میکنن نجات میدن میبرن افغانستان تو شمال افغانستان دارن یه استان میخوان براشون درست کنن بدن اونجا از اونجا بعدا بتونن از سمت شرق ایران اذیت کنن تمام فقط 7 تریلیون دلار پول آمریکایی‌ها رو گفتم پول ناتو رو نگفتم اروپا چقدر خرج کرد پول سعودی‌ها رو نگفتم کویتی‌ها رو نگفتم قطری‌ها رو نگفتم اماراتی‌ها رو نگفتم کجا موفق بودیم اونجا که تو انقلابی رفتی جلو به خدا اعتماد करिए تمام عالم و آدم گفتن بشار اسد رفتنیه ایران و آقا از اون زمانی که فتنه سوریه شروع شد داستان سوریه شروع شد آقای احمدی نژاد بود خود آقای احمدی نژاد میگفت بشار اسد باید بره رسما سر این مسئله با رهبری اختلاف جدی داشت میگفت اسد قطعا رفتنیه ما اگه طرفدار اسد بشیم حکومت بعدی تو سوریه رو از دست چیه؟ میدیم بیاد ما هم طرف مخالفین رو بگیریم که تو حکومت بعدی سوریه نشه رهبری وایساد گفت نه خیر اسد نمیره سوریه هم تجزیه نمیشه مردم رای کن مردم خارج جا تصمیم بگیرن روسا حاضر به تجزیه سوریه به سه تا کشور شده بودن مینی چرا اونا گفتن ای یه منطقه سنی درست یه منطقه کرد درست شه که سران کردم یه حالی به ترکیه بدن سوریه یا چه روسا یه منطقه لب دریا لازقی ترسوس اونجا برای ما باشه کافیه ما فقط آبهای مدیترانه رو نمیخوایم از دست بدیم های مدیترانه انقدر میارزه که تو پست مقاله بزنه اشتباه کردم واشنگتن پست بود یا جورج آلن پست نوشته بود که ایرانیان پس از هخامنشیان برای بار دیگر به آبهای گرم آبهای آزاد مدیترانه رسیدن بعد از هخامنشیان یا یعنی که کوروش میزد و ما زندش کردیم قابل توجه پان ایرانیستان ملی گراها ایران ایران میکنید اون عقب مونده که از عروسکاش میره سان میبینه اون قرار نیست کاری هراتون انجام بده اون رو به پهلوی بعد وقت فهم میکنه میخواد بیده اینجا آمد نیوزیه گفتی گفت میگو شبا عروسکار چیزا رو میچینه تو خونه توی خونه شروع میکنه سان دیدن ارتش <applause> یه احمقایی که میگن ما تو سوریه چی کار میکنیم اگه دین نداره حداقل دفاع از حرم نمیفهمن حداقل خو خوشون بپرسن روسا چی کار میکنن تو سوریه اونا چرا انقدر دارن میگن باید باشه اونا مدافع حرمن جاهای حتی روسا روسا خواستن دست از ما خطا کنن ما قبول نکردیم روسا بدون هماهنگی با ما یه سری از این تروریستا رو میخواستن معاوضه کنن ایران اجازه نداد جلو اتوبوساشون رو گرفت و غلط کردن فوق و حل بشه بعد ما میذاریم برن روسیه دست ما ناراحت شد تو فعلا تو برخی از مسائل با ما هم پیمانی این نیستش که ما حرف روسیه گوش بدیم و نه خیر او حرف ما رو گوش بده اونجا او هواپیما آورده رو هوا زمینش دست ما نتیجهش چی شد نتیجهش اینه که مرحله دومی از این انقلاب رقم خورد ما تو 20 سال اول داخل رو حفظ کردیم 20 سال دوم منطقه رو گرفتیم الان تو منطقه بدون ما کاری نمیکنن الان احمقا اومدن سپاه سازمان تروریستی اعلام کردن حالا ایران هم آمریکا رو سوا میری وقتی تروریست اعلام کنی تمومه دیگه یعنی دیگه اون اسیر جنگی تروریسته یعنی بودن تروریست و تروریست بکشی بر مبنای قوانین ما هم, هم تروریسته ده ها پایگاه نظامی آمریکا رو به خاطر دیوونه منو داره چیکار میکنه چه بسا دیده دیگه نمیتونه تو منطقه وایسته میخواد بره بیرون سپاه تروریسته اعلام کرد که ما تروریستی اعلام که حالا ما رو میکشم بذار در این بریم